افزایش دامنه ناامنی ها در سراسر کشور به ویژه ولایت های شمالی و گسترش فعالیت های عروس افغانان در بخش های از کشور اعضای مجلس سنا را نگران کرده است. شماری از اعضای مجلس سنا با تاکید بر تامین امنیت در کشور میگویند که ضعف مدیریتی مسئولان ارگان های امنیتی سبب شده است که عروس افغانان در شماری از ولایت های کشور دست به عملات تخریبی بزنند. پسر پل که دوی تحریک چنستلی دی پا اولسوالی که دا سیاد پا نامد مخالپینو تی اکمالات کلی دی پا اغا نتیجه که شل پینزیوش نپر از مشت هستی اغا باتور سربازان و وزیفه ایل کرده بیخی مرکز سر پل ترا کلی دی چه دا سنگ حکومت تی دلت زور سر جنگیرم تالی کوپتر و تر الیجه دو خوی اکمالات کوی دا ای فرصت که جنگ ها در ولایت قندوز و در وزایش رسیده ولایت تخار، ولایت بدخشان، سرپل، فاریاب و در مرموز شمال و شمال شرق و همچنان طرف های جنوب ما به مخاطره بسیار جدی امنیتی قرار دادن، چونین حرکت بسیار سوال برانگیز است. اعضای مجلس سنا با تاکید بر این که حکومت در راستای مدیریت جنگ با ترورستان ناتوان است، بر بازنگری رابرد جنگی در برابر ترورستان در کشور تاکید میکنند. محترم سنا، اما شاهد هستیم که ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافته، متاسفانه طوری که شما فرمودین. ما امیدوار هستیم که دولت یک بازنگری جدید در مدیریت و در استراتژی جنگ داشته باشد. من متیقن هستم که اینا متوجه مسئولیت خود نشوند، به خود خواهی ها و قوم پرستی ادامه بدن. افغانستان در حال تباهی است. نیروهای امنیتی ما بیهوده جان خود از دست میدن. آنان میگویند که اگر حکومت مرکزی برای بهبود وضعیت امنیتی ولایت‌های شمالی به ویژه ولایت کندوز توجه نکند، احتمال می‌رود که این ولایت برای سیومین بار به دست عروس افغانان سقوط کند. اگر در صورتی که توجه دقت بیشتر اگر در ارتباط اگر صورت نگیرند برای واپسگیری ولسوال قلعه‌زار اقدام نشود، مسیر سرک خانواد قندوز اگر باز نشود، تشویش نگرانی اسناد شواهدی که ما داریم ای است که ما خدا نخواسته بار دیگر سقوط مجدد بار سوم ولایت قندوز هستیم. در حال حاضر سه ولسوالی در ولایت بدخشان در تصرف افراد وابسته به گروه طالبان است و ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز نیز چند روز پیش به دست افراد این گروه سقوط کرد.